با سلام خدمت همگی و متاسفم که نتونستم حضورا در کنار شما باشم. امیدوارم کنفرانس خیلی خوب و موفقی رو دارید پیش میبرید. با خوشحالی و مسرت تبریکات فراوان به همه دست‌اندرکاران ایجاد ایران آکادمیا، به خصوص مدیران و مبتکرین اولیه اون، آقایان علیرضا کاظمی و شاهین نصیری، و با ابراز مباهات از اینکه من هم در کنار عده از بهترین اساتید و همکاران هستم و با مدیریت پرشور و پرشعور عده از اندیشمندان جوانمون داریم این کار رو به پیش میبریم. شروع خیلی خوبی داشته و امیدوارم ایران آکادمیا بتونه با همون شور و با کاملا برخورد حرفه‌ای و دانشگاهی همچنان پیش بره، مستقر بشه و مستحکم بشه و بتونه در خدمت آموزش و ترویج علم و به خصوص تفکر انتقادی و آزادی اندیشه در ایران قرار بگیره. من معتقد هستم که این حرکت، یعنی تأسیس این دانشگاه مجازی در این برهه تاریخی، کار مهمیه و یک بدعتیه که باید قدرش رو دونست و واقعا به مبتکرینش تبریک گفت، و چرا که داره به یک نیاز، به یک ضرورت جواب میده، خیلی به هنگامه و در واقع مدیون آخرین دستاوردهای تکنولوژیک و علمی در جهان هست که بدون آزادی اندیشه و بدون علوم مستقل نمیتونست به دست بیاد این تکنولوژی ها و این علوم جدید و دانشگاه های از این نوع. بنابراین با توجه به هدف ها و رسالتی که ما به عنوان دانشگاهیانی که دغدغه آزادی اندیشه، آزادی بیان و ترویج علم و توسعه علمی، توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ایران رو داریم، فکر کنم خیلی به موقع است و خیلی باعث خوشحالی و امیدواریه که تونستیم دور هم جمع بشیم و این حرکت رو آغاز کنیم و من هم امیدوارم بتونم سهم کوچکی رو در این مسیر بازی کنم، به عهده بگیرم. و خب البته تأکید ما و تمرکزمون روی علوم انسانی و علوم اجتماعی هست، چرا که علوم دیگر کمتر مورد تعرض و تهدید و محدودیت یک حکومت مسلکی و ایدئولوژیک در ایران هست، چرا که علوم دیگر اینقدر چالشگر نیستن در عرصه اجتماعی و نظری تا علوم اجتماعی و علوم انسانی. و برای همین هم میبینیم که به اصطلاح سیاست حاکم در ایران، یعنی یک دولت مذهبی و تمامتخواه، اینه که دائما تلاش‌های دانشگاهی رو، تفکر آزاد در دانشگاه، تفکر انتقادی رو جلوشو بگیره. البته خب اگر هم بخواهن نمیتوانن دانشگاه ها رو دیگه ببندن. درسته که 3 سالی هم اوائل حکومت اسلامی دانشگاه ها بسته شد تحت عنوان انقلاب فرهنگی، ولی امروز چون نتونستن یک بدیل اسلامی برای علوم انسانی و علوم اجتماعی به وجود بیارن، چرا که اصلا ما نمیتونیم، نداریم نه بدیل مسیحی برای مثلا جامعه شناسی، روان شناسی داریم، نه بدیل یهودی، نه بدیل اسلامی برای انسان شناسی و علوم اجتماعی داریم. درنتیجه چون این حاصل نشده، یک تلاش در واقع عبثی بوده، آنچه که داره اتفاق میفته محدود کردن، جلوگیری، بستن بعضی دروس، اخراج بسیار از اساتیدی هستن که تلاش دارن علوم جدید رو
تدریس کنن، یعنی در واقع بر مبنای استانداردهای جهانی محتوای دروسشون هست. و خب به نظر میاد که حکومت مسلکی و ایدولوژیک کنونی نمیتونه تحمل علم واقعی رو، تدریس علوم انتقادی رو، به خصوص در حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی داشته باشه. خب بنابراین در واقع انگیزه اصلی ما، حداقل خود من در پیوستن به این حرکت به هنگام، این بوده که بتونم کمکی بکنم برای جبران کمبودی که امروز وجود داره و در عرصه به خصوص علوم انسانی و علوم اجتماعی. و خب بنابر تخصص خودم، اون چیزایی رو که من میتونم تدریس کنم یا کمک کنم برای تکمیل و تدوین دروسش بتونم در خدمتون باشم. جالبه، من همین چند روز پیش میدم که هنوز بر سر انتخاب وزیر علوم مشاجره هست در ایران. من هیچ کشوری رو سراغ ندارم، حداقل شاید دوستان دیگه، همکاران دیگه بدونن، که اینقدر انتخاب وزیر علوم یا رؤسای دانشگاه ها همراه با مشاجره های سیاسی و نمیدونم جناحی و بازی قدرت باشه. خود همین نشون میده که چقدر مسئله علم در کشور ما در واقع رفته زیر سلطه سیاست، برخلاف یکی از دستاورد مدرنیت که این بود که علم رو از سلطه کلیسا، از سلطه مذهب و دین و هر ایدئولوژی دیگری و از سلطه دولت آزاد کنه. دانشگاه ها نگذارن که مستقل باشن، نگذارن که سیاست مدارهای دولتی بیان براشون تعیین تکلیف کنن. امروز در ایران در واقع روحانیت دولتی نه تنها والی و متولی مسجد هست، میخواد متولی دانشگاه هم باشه. و خب این یک امر غیر طبیعی و غیر دموکراتیک و ضد علمه و عملا هم جز ایجاد مشکلات برای دانشگاه ها حاصل دیگه ای نداشته و ما رو در واقع عقب نگه داشته. من باز به تناسب تخصص خودم، چون که میدونم یکی از رشته هایی که به صورت پنهان و آشکار تحت فشار به اصطلاح مسلکی، مذهبی و ایدئولوژیک و سیاسی و دولتی بوده، رشته مطالعات زنانه. راجع به اون تلاش میکنم که با بیشتر کار کنم با ایران آکادمیا. و اینجا هم اگر برای اینکه وقت زیاد نگیرم، فقط یک توضیحات کوتاهی میدم برای اینکه این نشستن چی هست و در ایران چه وضعیتی داره، که خیلی خیلی کوتاه. خب در امروز در واقع در همه دانشگاه های مهم دنیا و کشورهای مختلف ما رشته‌ای داریم به اسم رشته مطالعات زنان، که البته اول با این اسم شروع شد ولی بعدها به تدریج گسترش پیدا کرد، تکمیل و تصحیح شد و امروز بیشتر به نام مطالعات زنان و جنسیت یا کلن مطالعات مربوط به جنسیت شناخته میشه، Gender and Women's Studies یا Gender Studies یا Gender and Sexuality Studies. و اخیراً هم یک رشته جدیدتری به اسم Queer Studies به گرایش های مختلف دروس مطالعات زنان اضافه شده. منتها خب در ایران هنوز در همون مراحل اولیه هستیم که مطالعات زنان نام داره. در کشورهایی که پیشتاز بودن در تأسیس و تدوین این رشته ها، یعنی آمریکای شمالی و انگلستان، این رشته در واقع حدود 40 سال پیش به صورت دروس پراکنده شروع شد. میشه گفتش که اصولا ظهور این رشته و شکلگیریش در واقع یک نوعی انعکاس آکادمیک تحولات مهم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ایدئولوژیکی بود که در عرصه این جوامع صورت گرفته بود. این تحولات
از جمله و شاید مهمترینش ترویج گفتمان فمینیستی بود که به تناسب تغییر و تحول در نقش‌های جنسیتی و موقعیت زن در اقتصاد، اجتماع، سیاست، هنر، ادبیات و عرصه‌های مختلف گسترش پیدا کرد. نظریه‌های فمینیستی، تئوری‌های فمینیستی و که از اواسط قرن 19 در واقع پخش شد، چاپ شد و به تدریج تأثیرات خودش رو گذاشت، تا اینکه این دیدگاه ها در واقع نمود سیاسی اجتماعی خودش رو هم پیدا کرد با شکلگیری جنبش های متشکل زنان، جنبش های حق‌خواهی زنان، به خصوص موج دوم فمینیسم در دهه 60 قرن 20، یعنی 1960، که ما بارزترین نمودهاش رو در آمریکای در آمریکا و اروپا به خصوص باز انگلستان شاهد بودیم. البته دهه 60 همونطور که میدونید صرفاً جنبش زنان نبود که خیلی تحول در دانشگاه ایجاد کرد، بلکه جنبش های مدنی دیگر، جنبش سیاهان، رنگین پوستان، اقلیت های قومی، اقلیت های جنسی هم در واقع شروع شد و انعکاس آکادمیک اونها تأسیس رشته های قومشناسی، اتنیک استادیز، ایژین امریکن استادیز، مثلا افریکن امریکن استادیز، مطالعه به اصطلاح آمریکایی های آفریقایی یا سیاه‌پوستان در آمریکا، آسیایی های مهاجر در آمریکا که آمریکا رو بخشی از آمریکا رو تشکیل میدن، چیکانو استادیز که بعدو اسمش برای اینکه فقط مردا رو در بر نگیره به چیکانو ان چیکانا استادیز در واقع تصریح شد. این رشته ها هم در کنار رشته ویمنز استادیز هم به وجود اومد، چرا که تا اون مقطع زنان رو هم به صورت یک اقلیت میپنداشتن و در واقع موقعیت اقلیت رو در جامعه داشت و همون تبعیضاتی رو که در مورد اقلیت‌های قومی و ملی میشد در مورد زنان هم میشد، اگرچه بیش از نیمی از جامعه بودن. خب این مطالعات زنان در واقع یک نوعی انقلابی بود در عرصه علوم انسانی و اجتماعی در دانشگاه، حتی در بعضی علوم طبیعی و تجربی، یعنی در بیولوژی هم، حتی در علم پزشکی هم تأثیرات خودش رو گذاشت و صرفا در علوم اجتماعی و انسانی نه. شاید بخوام از نظر به اصطلاح اهمیتش مثالی بزنم، شاید اغراق نباشه که شبیه همون تحول انقلابی که کوپرنیک در علوم ریاضی و نجوم گذاشت، تفکر کوپرنیکی، یعنی اینکه وقتی او ثابت کرد که این ستاره های دیگه و خورشید نیست که دور زمین میچرخه، بلکه زمینه که دور خورشید میچرخه، در واقع دید انسان رو، دید علمی ما رو از یک دید زمین محور دگرگون کرد و خیلی ها از صحبت از انقلاب کوپرنیکی کردن. در علوم انسانی اجتماعی هم در واقع تئوری‌های فمینیستی و نقد فمینیسم از مدرنیته، از فلسفه، از راسیونالیسم ابزارگرا، راسیونالیسم مردونه و نقد فمینیسم از روشنگری که باز مرد محور بود، در به این نتیجه در واقع این حاصل رو داشت که دید ما رو نسبت به انسان، نسبت به مناسبات انسانی، نسبت به مناسبات اجتماعی، تاریخ، روانشناسی، جامعه شناسی، انسانشناسی، هنر، ادبیات، همه اینها دگرگون کرد. چرا که تا اون زمان محور مطالعات و محور درک ما و معرفت شناسی از انسان مردانه بود، مذکر بود، تاریخ مذکر بود، جامعه شناسی مذکر بود، روانشناسی مذکر بود و غیره. و خب
این تحول به تدریج اثرش رو هم در عرصه مدنی، سیاسی و سیاستگذاری، توسعه انسانی، توسعه اقتصادی گذاشت و مهمتر از همه اثرش رو در علوم اجتماعی و انسانی. و در نتیجه لازم بود که رشته مطالعات زنان به عنوان یک رشته چالشگر، یعنی از اول به قول مارکس هدف رشته مطالعات زنان شناخت صرفا از وضعیت زنان و سهم زنان در تاریخ مثلا، یا سهم زنان در جامعه شناسی، یا اصولا اضافه کردن کمی زنان برای مطالعات در جامعه شناسی نبود، بلکه هم تحول در نوع نگاه ما بود که با یه عینک مردونه و از لنز به اصطلاح صرفا مرد به عنوان نورماتیو، میل نورماتیو، یعنی نرم مرد بود. مثلا در جامعه شناسی، روانشناسی، نرم هنجار مردانه بود و هرچی متفاوت از اون انگار غیر عادی بود و یه نوع ابنورمال تصور می شد. این نگاه تغییر کرد و در نتیجه مثل رشته مطالعات زنان و جنسیت صرفا نمیخواد که توصیف کنه و اضافه کنه و مثلا تکمیل کنه کمبود حضور زن رو در علوم، بلکه میخواد چالش کنه، به نقد بکشه و تحول ایجاد کنه. به قول مارکس فقط تفسیر نمی کنه، تغییر هم میخواد بده. در نتیجه انعکاس کاربردی داره، انعکاس سیاسی در جامعه داره و به همین دلیل هم هست که در مقایسه با رشته های دیگه شاید حتی تفکر انتقادی تر و چالشگرایانه تر داره و شاید هم به همین دلیله که برای سیستم و نظامی که میخواد تک‌صدایی باشه و مرد سالار باشه و مرد مدار همچنان باشه، یعنی در جامعه مثل ایران و نظام سیاسی مثل ایران، خیلی رشته چالشگر و از دید بعضی ها خطرناکیه، چون که داره اساساً دیدگاه مرد سالار رو و به خصوص حکومتی رو که بر مبنای یک تعبیر و تفسیر مرد سالارانه از مذهب و با یک به اصطلاح ایدئولوژی مذهب سالار اداره میشه، خب خیلی چالشگر هستش. در ایران بنابراین تولد این رشته بسیار با چالش های خاص خودش روبرو بوده و با افت و خیز های بسیار قابل توجهی هم روبرو بوده که در زمان شروعش که از در واقع مطالعات مؤسسه مطالعات زنان در دانشگاه تهران ایده ها شروع شد توسط زنان پیشرو و جامعه شناس مثل خانم دکتر ژاله شادی طلب و بعدها سایر همکاران ما، و بعد در از طرف نواندیشان، زنان نواندیشان دینی هم ابتکار شروع این رشته و پیشنهاد تدوین اون و تأسیس اون رو در دانشگاه به وزارت علوم دادن، این یواش یواش در دانشگاه‌های مختلف با سه گرایش حدود 10 سال پیش شکل گرفت. گرایش موقعیت زنان در اسلام، گرایش زنان و خانواده و گرایش زنان و تاریخ تأسیس شد در دانشگاه‌های مختلف ایران. امروز تا اونجا که من اطلاع دارم در دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تربیت معلم و علامه طباطبایی، الزهرا، اصفهان، شیراز و دانشگاه آزاد رودهن رشته مطالعات زنان تأسیس شده، تدریس میشه، البته با همکاری خیلی هاشون که تخصص ندارن متاسفانه در این زمینه، ولی هستند اساتید مرد و زن آگاهی که دغدغه این رشته رو دارن و رشته های دروس خوبی رو هم تدوین کردن، ولی مشکلات زیادی هم داره که من اینجا دیگه وقت شما رو نمیارم واردش نمیشم. دعوت میکنم از علاقه مندان
که مقاله مفصلی رو که در این زمینه منتشر خواهد شد به زودی در نشریه انجمن آزادی اندیشه مطالعه کنن، که در اونجا من سعی میکنم سیر تحول این رشته رو چه در غرب و کشورهایی که پیشتازش بودن و چه در ایران توضیح بدم، تحلیل کنم تا اونجا که میشه، و در اینجا صحبتم رو تموم میکنم با آرزوی یک کنفرانس موفق برای شما و آرزوی تداوم کار ایران آکادمیا با یک اپروچ و نگاه کاملا حرفه‌ای، کاملا علمی و دانشگاهی، با بر مبنای تفکر انتقادی و استقلال از سیاست، استقلال از گروه‌های سیاسی و استقلال از کشورها و دولت‌های مختلف، و با تکیه بر بهترین و پیشرفته‌ترین استانداردهای آکادمیک و دانشگاهی، فراتر از هر نوع ایدئولوژی و فراتر از هر نوع دین و مذهب و فراجنسی، و کاملا با همونطور که گفتم متدولوژی علمی بتونه پیش بره. و اگر چنان باشه، من مطمئنم که و امیدوارم که موفق خواهد بود. با درود بر شما و سلام بر شما مجددن و خداحافظی از همتون، به امید دیدارتون در آینده. روزتون بخیر.